سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو نقد و بررسی موزیک آرتیستایی که در واقع ما توی ایران داریم یا آرتیستای خارج از ایران، و قراره که در واقع راجع به صحبت بکنیم، بررسیشون بکنیم و ببینیم که به چه صورته. یه توضیح بدم. اول اینکه این مدل ویدیوها، یه تفاوتی که با ویدیو مربوط به تحلیل و بررسی موزیکای شما داره اینه که دیگه اینجا موزیکا ریلیز شدن، یعنی در واقع موزیکا پخش شدن و در واقع منتشر شدن، و من به عنوان یک فردی که به عنوان مخاطب حالا موزیک یا کسی که داره موزیک کار میکنه به عنوان یک فرد موزیشن، اینها میخوام که بیام اینا رو گوش بدم و بهشون نظر بدم به صورت کلی، و قراره که یه خورده اینجا داستان جدیتر و به اصطلاح مقداری سختگیرانه تر باشه که بتونیم در واقع یک مسیر جذابتر و باحالتری داشته باشیم و پرچالشتری رو عملاً. خب اولین گروهی که قراره بهش صحبت بکنیم، موزیکشون رو بررسی بکنیم، گروه مانیستار هست که تشکیل شده از یک سری افراد سوئدی و یک فرد ایرانی که از دوستان بسیار بسیار خوب من و بسیار بسیار خفن هستش. قبل از اینکه شروع بکنیم و موزیکشون رو راجبش صحبت بکنیم، دوست داشتم که اول از همه بیام و یه توضیح بدم راجب کار، کریدیتی بدیم و بگیم که اصلا کلا به چه صورت موزیک. خب اسم بندمون مانیستار، اسم ترکشون لایو مومنت، و در واقع موزیک توسط خود گروه در واقع کامپوز شده، و ژانر موزیکشون هم راک یا آلترناتیو متال هست که خیلی برام جذاب، چون خودم دقیقاً عاشق همین سبک هستم واقعا. الکساندر اولفسون، اگه اشتباه نگفته باشم، درامر گروه. ویلما برگویست میشه در واقع وکالیست این گروه. امیر باوفای عزیزم که دوستای خودمونه، گیتار و بکین وکال این گروه هستن. و آرنو سپیک و یاکوب برگرن، اگه اشتباه نگفته باشم، دو تا بیسیستی بودن که تو این کار بودن، که در واقع آرنود مثل این که آرنو از گروه میره به خاطر جابجایی که در واقع انجام میشه براش و مجبور که در واقع بره مهاجرت کنه به شهر دیگه، و یاکوب به عنوان بیسیست جدید میاد که هر جفت اینا حق در واقع این کار رو دارن و به عنوان یکی از اعضایی هستن که تو این کار نقش داشتن. کلن محتوای اصلی این موزیک با توجه به اسمی که برش نظر گرفته شده، بیشتر یه چنین چیزی رو میگه که هر موزیسین یا هر هنرمندی، چه نقاش باشه چه آرتیست مثلا در واقع گیتار باشه، هر چیزی، کلا نوازنده، هر چی، هر کدوم از اینها یک سری لحظات طلایی و یک سری لحظات خیلی خیلی جذاب برای خودشون دارن که اونجا میتونن یک حس متفاوت رو تجربه بکنن و به خاطر این لحظه میان خیلی چیزها رو فدا میکنن براش. یه جوری این میشه محتوای کلی این آهنگ که اسمش هم لایو مومنت. خودم حسی که از این توضیحات و از این اسم میگیرم، باید یه موزیک انرژیک باشه، یعنی موزیکی که احساس میکنم بخواد فضای در واقع خیلی پر انرژی و خیلی جذاب و کوبشی داشته باشه. حالا نمیدونم، باید بریم اصلا توی کار ببینیم که به چه صورته، چون هنوز گوش نکردم این آهنگ رو و قراره که با هم دیگه بررسی خیلی سفت و سخت روش داشته باشیم. Let's go. خب بریم برای شنیدن ترک لایو مومنت از گروه مانیستار. Let's go. خب ببین، همین شروعش دقیقا همونسته که گفتم، کاملا ما اون فضای انرژیک و خیلی خیلی خفن رو داریم. یه اتفاق خیلی جالبی که تو موزیک هست، استفاده از این فضا هست و صدای گیتار احساس میکنم کوک دراپه، یعنی جزء دراپ سی فکر میکنم باید باشه، به گوشم داره چنین چیزی رو میرسونه کاملا. خیلی لایف صدا میده، یعنی احساس میکنم که قراره با یه موزیکی مواجه باشیم که خیلی پروداکت لایوی داره. نمیدونم چجوری بگم منظورم، یعنی همه چی شبیه به اجرای زنده داره واسم صدا میده، خیلی پروداکشن، اونجوری استدیویی نمیشنم از صدای گیتار و اینها. میدونید یه سری حسنها داره این قضیه و یه سری حالا معایب داره که جلوتر بهتون میگم که چجوری. بریم جلوتر. آره دقیقاً شما اگه دقت بکنید، اون نوع صدادهی بیس و گیتار و اینها کاملا یه حالت زنده تر داره، و درامز به خصوص که خیلی خیلی باحال و جذاب به نظرم. خواننده هم که شروع کرد به کار جالب بود. بریم جلوتر یه مقداری ببینیم چجوری میشه داستان. خب خیلی جالبه، اکسنت انگلیسی اوکی دارن، خوبی دارن و دارن میخونن، صدای خوبی داره. میگم کاملا مشخصه که اصلا انگار نمیخواستنش لیری به کار بدن، چون صدای خواننده کاملا به صورت خیلی راتر و خیلی لایفتر داره صدا میده، خیلی پروداکشن اونقدر عجیبی روش صورت نگرفته، ولی چقدر ریفا جذابه واقعا. دمتون گرم، یعنی ایول امیر، ایول. Yeah.
آها اوکی، پس ما الان وارد کورس شدیم. به یه داستان جالبی که وجود داره اینه که خب خواننده فکر می‌کنم هولوش نوتای ر یا اینها داره میره توی بالا، شاید هم تا مثلا نزدیک می اینا و داره میخونه، ولی الان توی کورس که اومد احساس میکنم انگار دو بود، اینجوری بود فکر می‌کنم ملودیش. جالب بود، ولی اش سیکه هست که خواننده صداش خیلی تیزه برام، نمیدونم حالا یا جنس صدای این وکالیسته یا اینکه به خاطر لیر نشدن و اینهاست که این باگ ممکنه بزنه بیرون. و فکر کنم تو توضیحات نوشته بود که بک وکال هم امیر هستش. ببینیم از کورس میاد چیزی، تا حالا که بک وکال نشیندیم اصلا. بریم عقب‌تر. آره بابا چقدر کوانتایز کار خوبه، یعنی کاملا درام و اینها دقیقاً روی اکسنت‌های خواننده دقیقاً داره این کارو خوش انجام میده و خیلی خیلی جذابه. دقیقاً بک وکال امیر اومد، یعنی دقیقاً همون چیزی که منتظرش بودم اتفاق افتاد و داره اون کار میکنه، ولی دقیقاً داره همون ملودی ها رو میخونه، یعنی خبری از فعلا فاصله و در واقع هارمونی و اینها هم نیستش. دقیقا لیریکسش هم همین ها رو داره میگه که فدا دارم میکنم به سر چیزها رو برای همه اتفاق. چیزی که تو توضیحات دقیقا امیر جانم بود راجع به این ترک که همینه واقعا. صدای خواننده رو اوکیه برام، میگم چون من خیلی خودم طرفدار پروداکشن بیشترم روی صدا، روی کار، روی لیر دادن، روی هارمونی، روی فواصل خوانی. به نظرم میتونست کورسش بهتر باشه، به من حس یه کورس خیلی با شکوه نمیده. میدونین ترک های انگیزش، ترک هایی که بیشتر جنبه مثبت دارن، یه مقداری به نظرم نیازه که روی، حالا میدونم شاید براتون سلیقه این قضیه، ولی به نظرم نیازه که یه خورده بیشتر روی اون هارمونایز کردن و یه خورده روی انرژی کار، روی لیرهای زیر کورس یه مقدار مثلا بیشتر کار باشه. ولی خب خیلی فضای لایو داره کار واقعا. ریفش عالیه، ریفش عالیه، به خصوص اون تیکه میگه دبر ب ب ب دبر ب بم بر بر با، اون تیکش خیلی خوبه. واه خیلی خیلی خوبه، آفرین، خیلی خوبه. لوف ایت، واقعا لوف ایت. یه خورده نقدم واقعیتشو بخواین روی بیسه، احساس میکنم بیس خیلی داره به حال ساز میزنه، ولی اونقدر بنده خدا به چش نمیاد به خاطر اینکه خیلی بیسش اون سابی که من از بیس میخوام اصلا تقریبا نداره و خیلی داره مید رنج و با یه تلخ تلوخی صرفا صدا میده. یه خورده خیلی برام جذاب نیست و احساس میکنم اگه اون بیس یه مقداری پررنگ‌تر بود خودش میتونست وکال رو یه مقداری بهش حجم بده، یعنی میتونست لو اند خیلی خیلی جذاب‌تر ایجاد بکنه برای کار. پاساژهای درام فوق‌العاده است، یعنی دم درامرتون گرم. فکر کنم الکساندر بود اسمش، ایول خیلی خیلی خفن و خیلی باحال داره این کار انجام میده. پاساژه خیلی خیلی خوب، خیلی تمیز و جوست واقعا. گیتار که واقعا خفنه، این اصلا هیچ حرفی درش نیست و من از این کار هم الان یه سولوی خفن میخوام، یعنی واقعا از این سولوی که یه حس خفن بهم بده که قرار مثلا در لحظه زندگی کنم. میدونی چی میگم، یعنی اون حس و حالی. و راستش هم کاور آرتش بگم که خیلی برام جالبه. ببینید سوختن یک کبریت که خب این کبریت هم تا یک زمانی وقت داره که در واقع، یعنی یک تایمی طول میکشه تا بسوزه این کبریت و احساس میکنم اینا یه تشبیهی بوده این کاور آرت به همین داستان که تو یه چیزی هم همین که گفتی چیزی فدا میکنی. ببین این طرف انگار جونش رو داره فدا میکنه واسه این که بتونه یه لذتی از اون لحظه‌ای که فقط داره ببره. خیلی خیلی چیز جذابی بود به نظرم این کاور آرتی که در نظر گرفته شده. دمتون گرم واقعا. ایول بریم جلوتر. خب دوباره ما همون ترکیب کورس رو داریم که خواننده داره رو میخونه و بک این وکالش هم دقیقا داره همونو میخونه. من هنوز هیچ فاصله نشیندم یا چیزی که برام جذاب باشه و
مثلا بگیم بک وکال داره الان یه کار خفن انجام میده، نه همون صرفا اکتاف خوندنشه. به به، خب سولو شروع شد، حالا میریم سراغ امیر ببینیم چه میکنی. دقیقا هم چیزی که انتظارش هم داره میشه. ای به به، دقیقا ببین این اون چیزیه که میخوای. ببین هارمونی لامصب اصلا یه حس خیلی جذاب و خفنی تو موزیک ایجاد میکنه. من حالا بچه‌ها هم میدونم، بچه‌های بندمون میدونم، خود من که کسایی که منو میشناسن که من عاشق هارمونی ام. الان اینجا هم دقیقاً همون اتفاق داره میفته. ببین یه سوال جواب های هارمونی که دو تا گیتار دارم اون انجام میدم، بشنویم. امیر جان چه میکنی؟ ایول چه تغییر فضای خوبی داشت یهو. یعنی کاملا از یه فضای خیلی هارمونی شاد و فلان یهو رفتیم توی فضای خورده دارکتر و انرژیک. بریم من هیچی نمیتونم بگم واقعا. این تیکه خیلی دوست داشتم سولوشو، خیلی قشنگ شد واقعا. دمت گرم امیر، واقعا خیلی قشنگ بود. و اینکه ببین اصلا میبینید موزیک کاملا ترانزیشنش و این سولوش جذابی که داشت یه استوری لاینی داشت انگار. یعنی کاملا با یه ترانزیشن خیلی احساسی و آروم شروع کرد، یه هارمونی بهش اضافه شد، یهو رفت تو فاز خور تکنیکال تر، از لیک های متفاوت استفاده شد اینجا، نوت های تونالیت های متفاوت، و خیلی خیلی بهم حال داد. یعنی خیلی جذاب بود. این مدل سولوها سولوهایی هستن که پختن واقعا. یعنی شما یه استوری لاینی بهش میدی، کامل میاد جلو و میرسونیش به هدف که هدفش هم در واقع با یه دونه بند پایانی تموم میشه و حالا میریم سراغ چه میدونم مثلا اینترلود یا دوباره کورس تکرار میشه یا هر چیزی. ببین چه اتفاقی میفته اینجا. خب چه زودتر نبود توی کورس ها؟ این دقیقا همون فاصله که من دنبالش بودم. دقیقا الان دقیقا دارم یه اتفاق میفته که میخواستم بیفته. یعنی گذاشتن تو فاینال کورسشون انگار این کار انجام بدن. اینم جالب بود دیگه. ببین میگم دقیقا الان فواصله بکین وکال داره یعنی بکین وکال داره فاصله میخونه، لید وکال همون جاشه. توی اون قبلش که یه حالت بریک داون داشت، حالا یا مثلا یه بریجی داشت و اینها، کاملا فضا رو نشون داد که اینم هستش. ببین اینم میخوایم رو یعنی رو نکرده بودیم ولی هست. ایول ایول. خیلی خوب بود. یعنی واقعا تا اینجاش که دیگه عالی بود. فکر کنم دیگه ریف پایانی اوترو کار باشه. او با 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 دو مینور هارمونیک شد یهو. یعنی رفت فضا شرقی کاملا. خیلی خیلی جالب بود برام. تعریف کرد چقدر خوب بود اندینگش. یه بار دیگه بشنویم. یه ایرانی هر جا باشه کار خوش رو میکنه، شرقی. خب حال میده دیگه. خیلی لذت بردم واقعا. دمتون گرم و عالی بود به نظرم. یه داستانی که هست، خود امیر که خب خیلی خفنه چون دیگه همه هم میشناسیمش توی اینستا. خب بالاخره همش داره چیز میکنه، ترک های خفن رو میاد در واقع کاور میکنه، میذاره ریف هاشون رو و بسیار بسیار کارش خوبه. درامرشو خیلی دوست داشتم، بیسش هم بنظرم خیلی خوب بود. فقط مشکل بیس این بود که صدای خوبی داشت نمیداد توی میکس. یعنی من اونقدر که فکر کنم واقعا اگه مقدار روی پروداکت بیس خورده، پروداکشن بیس مقدار بیشتر وقت گذاشته میشد خیلی بهتر بود. و اینکه وکال توی بحث اولش رو در واقع اینجا کلا خیلی
را بود، یعنی به نظرم یه مقداری بیشتر میتونست پروسس بشه. میگم اینها یه داستانی هم هست، من دارم اینا رو میگم، این دلیلی بر بد بودن این ترک نیستش، اینا یه جورای سلیقه هر طرفه. یه گروه دوست داره موزیکش خیلی لایف صدا بده، یه گروه دوست داره موزیکش خیلی پروداکشن و سنگین داشته باشه و چه میدونم مثلا وکالا 10 تا لایه بخواد باشه. خب من بیشتر طرفدار اونی ام که ورژن های استودیویی خیلی خیلی با پروداکشن سنگین تره. ولی اینم خیلی خوب بود، خیلی خفن بود، دمتونم گرم. سولو که عالی بود، گیتاره که فوق العاده بود واقعا، همه چیشون، انتخاب ریف، نوع گام کار و نوع خانش خواننده روی بخشای اوج و اینها و فواصلی که آخر کار اضافه شد که اصلا به نظرم بی‌نظیر بود، یعنی از بریج به بعد آخر کار تا فاینال کورس خیلی جذاب بود به نظرم. یه نکته هم بگم که تمام در واقع لینک اسپاتیفای، یوتیوب، فیسبوک و تمام جزئیاتی که لازم باشه برای اینکه بتونید دسترسی داشته باشین به اینکه حمایت کنین از این گروه و کاراشون رو بیشتر گوش بدین توی دیسکریپشن هست. حتما حتما سر بزنید و حمایت کنین از این بچه‌ها. امیدوارم که بتونیم موزیکای خفن و خیلی خیلی خوب بیشتری از این گروه بشنوم و اینکه بهترین ها رو براشون آرزو می‌کنم. خیلی ممنونم، مرسی که این ویدیو رو دیدین و امیدوارم که دوست داشته باشین این ویدیو رو. اگر به این سگ ویدیو علاقه داشتین ممنون میشم که حتما لایکش بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید و هر نظرش رو توی کامنت ها بنویسین. و اگر موزیک هم داشتین که منتشر شده و میخواستین که در واقع روش نقد و آنالیز و بررسی انجام بشه، حتما حتما واسم بفرستین که با هم دیگه بررسیش بکنیم. آرزوی بهترین ها دارم براتون، همیشه موفق باشین.